همچنان که گفتم ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ضرایبی هستند که ما با اونها درکی نسبت به شکل توضیع داده ها به دست میاریم اما برای اینکه این دو ضریب رو محاسبه کنیم لازم هستش که شما با مفهوم گشتاور آشنا بشید من در سمت راست در این بخش گشتاورهای دوم سوم و چهارم رو تعریف کردم خیلی راحت شما اگر بخواید گشتاور دوم رو محاسبه بکنید کافی است که اعدادتون رو به توان دو برسونید و تقسیم برای تعداد اعداد بکنید حالا من در اینجا در ارتباط با جامعه دارم صحبت میکنم بنابراین این تعداد اعضای جامعه هم هست و این کل داده هایی هستش که در اون جامعه وجود داره اگر بخواید گشتاور سوم رو محاسبه بکنید تمام داده های جامعه رو به توان سه میرسونید و تقسیمت تعدادش میکنید و به همین ترتیب گشتاور چهار رو اسکیونس یا ضریب چولگی به این ترتیب برای جامعه محاسبه میشه که شما گشتاور سوم رو تقسیم برای گشتاور دوم به توان یک کورتوسس یا کشیدگی به این ترتیب محاسبه میشه که گشتاور چهارم رو تقسیم برای گشتاور دوم به توان دو میکنید و منهای عدد سه میکنید به این ترتیب با استفاده از این دو فرمول میتونید ضریب چولگی و کشیدگی رو محاسبه بکنید اما اگر بخواید این ضرایب رو برای نمونه آماری محاسبه بکنید محاسبه کمی پیچیده تر میشه روابط رو در این اسلاید میبینید دوباره در اینجا من گشتورهای دوم سوم و چهارم رو روابطش رو به نمایش در آوردم در برای محاسبه اسکیونس یا ضریب چولگی در نمونه آماری شما در واقع دوباره همون نسبت رو دارید گشتاور سوم تقسیم برای گشتاور دوم به توان یکونیم اما چیزی که تغییر میکنه این ضریبی هستش که میاد این کنار قرار میگیره و در اینجا n توجه بکنید که تعداد داده های شما در نمونه آماری هست برای مثال اگه یه نمونه 100 تایی گرفتید از جامعتون n مساوی 100 میشه این ضریب برابر با رادیکال n در n تقسیم بر n منهای 2 هست برای کورتوسس یا کشیدگی هم دوباره به لحاظ مفهومی شما همون گشتاور چهارم تقسیم برای گشتاور دوم به توان دو رو دارید منهای سه اما یه سری ذرایب میاد اینجا اضافه میشه و دوباره این هم اینجا تعداد اعداد در نمونه آماری هستش البته ما در این درس درگیر این محاسبات به شکل دستی نمیشیم همه این کارها رو با نرم افزار انجام میدیم ولی برای اینکه فرمول های این دو ضریب مهم رو بدونید من در این اسلاید آوردم در بخش بعدی من در این باره صحبت خواهم کرد که چطور میتونید این شاخص هایی که تا به اینجا صحبت کردیم شاخص های مرکزی پراکندگی و شکل رو در نرم افزار آر اجرا بکنید